دیدبان جهانی حقوق بشر اسدالله خالد را به نقض حقوق بشر از جمله آزار و اذیت جنسی متهم کرده و خواستار تحریم حقوق از عضویت در کابینه افغانستان شده است. لطفا این ویدیو را تا آخر ببینین و نظریاتتان را در بخش کامنت با ما شریک سازید. دوستان عزیز، به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. دیدبانی جهانی حقوق بشر اسدالله خالد را به نقض حقوق بشر از جمله آزار و اذیت جنسی متهم کرده است و خواستار تحریم او از عضویت در کابینه افغانستان شده. آقای خالد حدود یک ماه پیش از سوی رئیس جمهور غنی به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان گماشته شد. او به ضدیت با گروه طالبان مشهور است. صدای آمریکا گزارش می دهد که دیدبان حقوق بشر یک گزارش تازه‌ای که منتشر کرده گفته است که آقای خالد در زمان مأموریتش به عنوان والی قندهار زندانهای شخصی داشته و شمار زیاد را در زندانها شکنجه کرده است. این گزارش همچنین گفته که تعدادی از افرادی که در این زندانها نگهداری می شدند تا امروز مفقود هستند. این سازمان حقوق بشری که مقر آن در واشنگتن است در گزارش خود گفته که گزارش های متعدد و معتبری می رسانند که آقای خالد با بدرفتاری و آزار و اذیت جنسی بر شمار زنانی در زمان مأموریتش بین عنوان والی کندهار و والی غزنی دست داشته است. در خبرنامه این نهاد آمده که با منصوب کردن آقای خالد بین عنوان وزیر دفاع افغانستان توسط محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان زنگ خطر نه تنها در کابل به صدا در نیامد، بلکه برای کمک کنندگان افغانستان نیز نواخته نشد. این نهاد افزوده که با صدا نیامدن زنگ خطر نشان می‌دهد که حقوق بشر برای حکومت متزلزل افغانستان و کشورهای کمک کننده آن که می‌خواهد از جنگ طولانی افغانستان رها شوند چقدر به اهمیت است. در خبرنامه دیدبانی حقوق بشر آمده که شواهد معتبر از نقص حقوق بشر و جنایت جنگی که در زمان ولایتی آقای خالد در قندهار انجام شده وجود دارد. دیدبانی حقوق بشر افزوده که یک سند رسمی داخلی دولت کانادا اتهام های مربوط به نقص حقوق بشر توسط آقای خالد را متعدد و متکرر توصیف کرده. بر اساس این گزارش، یک دیپلمات کانادایی در سال 2009 شهادت داده که آقای خالد عامل ناپدید شدن افراد و دارای زندان های شخصی بوده است. رئیس الکساندر از مقام های پیشین دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، وزیر پیشین مهاجرت کانادا، مدعی شده که آقای خالد عامل قتل 5 کارمند سازمان ملل در یک انفجار ماین کنار جاده در اپریل 2007 میلادی بوده است. این گزارش همچنین مدعی شده که شواهد قوی درباره درگیر بودن مستقیم آقای خالد در آزار جنسی زنان و دختران در زمان که والی غزنی بوده وجود دارد. بر اساس گزارش او، قربانیانش را تهدید میکرده که اگر درباره این کارش چیزی بگویند آنان کشته شده یا اینکه خانواده ایشان نابود میشوند و او به همه خواهد گفت که چی اتفاق افتیده است. دیدبان حقوق بشر مدعی شده که هدف آقای غنی از انتصاب آقای خالد به این سمت شاید فرصت طلبی و استفاده از او در انتخابات ریاست جمهوری آینده باشد. به گفته این نهاد، آقای خالد در انتخابات سال 2009 نیز برای کرزی به عنوان بانک رای عمل کرده است. این نهاد افزوده که شواهد نشان می‌دهد که دولت افغانستان نمی‌خواهد درباره اسدالله خالد تحقیق کند. این نهاد از کمک کنندگان بین المللی افغانستان خواسته که آنان در مقابل سرپرست جدید وزارت دفاع افغانستان اقدام کنند. دیدبان حقوق بشر از آمریکا و کانادا خواسته که دارایی شخصی آقای خالد را مصادره کرده و برای او اجازه سفر به این دو کشور را ندهند. این سازمان از کشورهای اروپایی نیز خواسته سیاست مشابه را در مقابل آقای خالد اعمال کنند. اسدالله خالد در آن زمان در گفتگو با بی بی سی این اتهامات را بی اساس و تلاشی برای شخصیت کشی مقام های ارشد دولتی افغانستان گفته بود. آقای خالد گفته بود: من این گزارش را کاملا رد میکنم و مطمئن هستم که هیچ اسنادی در این مورد وجود ندارد. بهتر است که ما از کمیسیون حقوق بشر افغانستان پرسان کنید. من پست نظامی نداشتم و من در قندهار والی بودم، اما من فکر میکنم که پاکستان با روی کار آمدن شخصیت های چون اسدالله خالد و یا امرالله صالح در پست های کلیدی امنیتی افغانستان برایشان قابل پذیرش نیست و چون خواسته های پاکستان در افغانستان تحقق پیدا نمی کنند. اقدام پاکستان هست که باید در برابر اینها استادگی کند. لذا نظر شما چیست؟ شما می توانید در بخش کامنت با ما همراه شوید. قابل یادآوری است که این گزارش از بی بی سی و صدای آمریکا گرفته شده است.